حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. بخشیم با حسین آقا کار دارم. تشریف ببریم بالا بالا. تشریف دارم. نه آره محمدم بود جونتا خیلی خوش کرده. آره ذات خالی کرده جون تو راست میگم. چه؟ نه بابا نه اشتباه میکنه. نه نبود هم میگم نبود دیگه. خیلی خوب بی اینجا. آره به محمد هم میگیم بیا و امیرم آره دیگه همونجا بری نازی هم میگیم بیا. خوبش چی میگذره گوش کن چی میگم. نه بابا اشتباه باید به تلفن بخونم. سلام. سلام. به به شمس خانم خوش اومدی. بفرما. به خدا از بس اومدم و رفتم دیگه خسته شدم. اگه راهی چاره‌ای داشتم هیچ وقت سر وقت شما نمی اومدم. خیلی دلم میخواد کمکت کنم اما این بستگی به خودت داره. مگه میخوای صدقه بدی؟ درآمد اینجا نصفش مال مسلمه. کدوم درآمد؟ بعد از دست گلی که شوهر جونت باب داده ما دیگه اینجا درآمدی نداریم. تازه با افتادن مسلم تو زندون پای باجخورام اینجا وا شده. بدتر از همه کلانتری هم سختگیری میکنه. این حرفا واسه من پول نمیشه. حالا که مسلم نیست باید سهمشو بدی. اون دیگه اینجا سهمی نداره. پولایی هم که تا حالا گرفتی همشو عجیب خودم دادم. خیلی نامردی اینطوری حق آدم ها رو بالا میکشی. ناسلامتی تو و مسلم سری ازم سوا بودیم. نمکشو خوردی حالا نمکتونو میشکنی. چه رفاقتی چه شرکتی. رفیق تو این دور زمانه پوره. باری کلا به غیرتت بگو میخوام حقشو بالا بکشم. اینقدر مثل مرغ حق 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 نزن. مگه همون خرابه چند جومه دار میخواد؟ خیال میکنی من سر جنج نشستم؟ پس من چی کار کنم؟ منم زندگی دارم، خرج دارم. آخه من نمیتونم دستمو پیش هر کس و ناکس دراز کنم. کی گفته دستتو دراز کنی؟ تو خوشگلی، در نمیمونی. چرا ازش استفاده نمی کنی؟ خوش کرد چرف با اون روت بیاد. خیلی نامردی. بعد قلقی نکن زم آی تو بخوای من همه چی بهت میدم. بالاخره مسلم آزاد میشه و برمیگرده.
دیگه قیدشو بذار. آشی که مصطفیخ رفت تو 10-20 سال حبس. اگه تونستم سهم مسلمو از تو گلوت میکشم بیرون. بی خود واسه من خط نشونه که شمسی خانو بهتره با هم کنار بیای. این به صلاحته. این آرزو رو به گور میبری. بی ناموسه بی همه چیز. نواز می اومدی اینجا. چرا؟ برای چی نباید می اومدی اینجا؟ هیچی، من خوش ندارم همین. واسه یه مرد سرشکستگی داره که زنی بیاد ملاقاتش. بابات مریضه، وضعمو خوب نیست. مگه پیغوم من بهت نرسید؟ گفتم بری از واسه خرجی بگیری. گریه میکنی؟ نکنه خدایی نکرده بابام رفتنی؟ نه، حالش خوبه. با چرا گریه میکنی؟ اگه سایه تو رو سرم بود این حال روزو نداشتم. کی حرف سردی بهت زده؟ دلاب تر کن، بگو چی شد و خلاصم کن. داره دلم موتره که اگه شده برم خونه‌های مردم کنی شوری کنم، دیگه پامو تو قمار خونه نمیذارم. حسین حرفی زده؟ نمیخواستم غصه دارت کنم، اما تو که اونو میشناختی چرا زنتو روونه کردی اونجا؟ حسین به تو چی گفته؟ ده بگو. از گفتن شرمم میشه. ای ناقلندر بی ناموس، اگه از اینجا آزاد بشم خونشو میریزم. تو کی آزاد میشی؟ با خداست. برو برو که دلمو با آتیش کشوندی. به بابام بگو حسین حاج احمد 1000 تومانی دستی اما گرفته، اگه داره ازش بگیر. تو هم یه جوری صبر کن تا من آزاد بشم. اگه لازم شد خرت و پرتات هم بفروش تا ببینم خدا چی میخواد. یه خط نوم هم واسه آخ کریم مینویسم. کریم کی؟ رفیقمه. از بچگی با هم بزرگ شدی. اینقدر حق به گردنش دارم که روم و زمین نندازه. فقط خدا کنه که باشه. کجاست؟ آبادانه، تو بندر کار میکنه. اگه بفهمه گرفتار شدم ارتور شده خودشون میرسه. اگه تو آزاد بشی ما دیگه غمی نداریم. حالاشم غصه نخور. اگه کریم بیاد همه چی درست میشه. برو، ما وقتشه که برگردیم تو لونم. نصف مادرم غصه بخور. شب و روز دعات میکنم. خدافز. خیر پیش. من به دستت میرسه یا، اما به نمک مرتضی علی قسم که دروغه. من کسی رو نکشتم، اما نتونستم ثابت کنم. شهادت شهود گرفتارم کرد. یادمه که همیشه به هم میگفتی مسلم تو کار قمار خیر نیست. حرفتو گوش نکردم، ولی دارم تقاص پس میدم. آقا کریم، یادت تو زری امام رضا هم قسم شدیم که اگه یه روز هر کدوم درموندیم اون یکی زیر بارشو بگیره. حالا مسلم ازت میخواد که به خاطر رفاقت، به خاطر قول و قسم دستشو بگیری. تمام غمم واسه زنمه، میخوام ازش مثل یه خواهر نگهداری کنی. آقا کریم، تو یه مردی، میدونی من چی میگم. ناموس مرد همه چیزشه، اونم زنی که خاطرش عزیز باشه. راستی بهت نگفتم چجوری باش آشنا شدم. یه روز که خیلی دلم گرفته بود رفتم شابدالعزی، تو زریدار زیارت میکرد. چشم که افتاد تو چشش، پشتم لرزید. از اون جایی که خواست خدا بود چند وقت بعد با هم عروسی کردیم، اما هنوز بچه دار نشدیم. حتم دارم وقتی تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. آخه اون جز من و تو تو این دنیا کسی رو نداره. با اومدن تو حتم دارم غم و غصه از خونه ما میره. بعد از خدا زنمو به دست تو میسپرم. ای مرد، به خونه خودت خوش آمدی. ببخشید، خونه مسلم اینجاست؟ سلام. شما آقای سلام، بفرمایید. خوش اومدید. قربون شما. بفرمایید تو. من باباشم. بفرمایید تو. از اون طرف بفرمایید.
به منزل خودتونه. رفیق پسرت. کمکش کن، کمکش کن به خاطر خدا. بلند شو، بلند شو مادر. قصهش پیرم کرد، جگرم از دردش خون شد. آزاد میشه، خدا کریم. نمیدونی این چند وقت ما چی کشیدیم، من و این پیرمرد، یه چشممون عشق و یه چشممون خونه. گریه نکن، گریه نکن مادر، همه چی درست میشه، خدا هر همه راه میده. سلام، اینم عروسمه. خوش اومدیم، بفرمایید. مسلم از شما خیلی تعریف میکرد. به خونه خودت خوش اومدی پسرم، بفرما تو. با اجازه. بفرمایید. بفرمین آقا کریم. دست شما در نکنه. مسلم چطوره؟ حالش خوبه؟ چه حالی؟ تنها غمش این بود که نکنه نامش به دست شما نرسیده باشه. هر چی میکشیم از دست اون حسین ناجنس آقا کرد. چرا آخه واسه چی؟ چه میدونم؟ حالا چی بگم؟ اگه خدا دو تا کافر آفریده باشه، اولیشون نامرد و از خدا بیخبره. آخه اون چه خورده حسابی با مسلم داشته؟ اون نامرد شریکشه. واسه این که سهم مسلم رو بالا بکشه، واسهش پاپوش جور کرد. از یه چی بوده؟ مسلم و صمد ترکه میرن زردبن، کلشون گرم بوده که رضا کلک‌انداز با چند تا رفیقای ناکسش با یه زنی که به اسم فخری که تو کافه میرخصه میان اونجا. اونجا زنی که با صمد سرسری داشته، بگو مگوشون میشه. مسلم میره سواشون کنه که یهو صمد میگه آخ سوختم، هیچی دیگه. بعدشم تو پاسگاه همشون شهادت میدن که مسلم صمدو کشته. مسلم قسم خورده که اصلا چاقو همراهش نبوده، اما کیه که باور کنه؟ ما امیدمون به شما آقا کریم. امیدتون به خدا باشه، خدا عوضتون بده. سلام آقا کریم، خوش اومدی. سلام. چشم کف پات، دلم واسد یه ریزه شده بود. تو حالت خوبه؟ من یه تو حالی واسه آدم میذاری؟ چرا خر میشی که مردم پالون روت بذارم؟ صد دفعه بهت گفتم مسلم تو این کارا خیر نیست، عاقبت نداره. آخرش به حرفم گوش نکردی. با خودم عهد کرده بودم تا عمر دارم چشم تو چشات نیفته، اما وقتی فهمیدم پای ناموس تو کاره، عهدمو شکستم. آقا کریم سرزنشم نکن، میدونم که بد کردم. هرچی باشه ما با هم نون نمک خوردی، دلم میخواد کمکم کنی. من نمیدونم، اما هرچی از زیر سر حسین فری. حسین فری؟ اون زاده قمار هنوز نفس میکشه؟ سهممو بالا کشیده که هیچ، به ناموسمم چشم ناپاک دوخته. دو سه دفعه جلوی شمسی رو گرفته و نامربوط گفته. آکه ای زن آزاده. آقا کریم من کسی رو نکشتم، اول خدا بعدم امیدم به تو. عمر زندون پشت آدمو تا میکنه، خلاصم کن.
خوش اومدی آقا کریم. چطور این طرف ها؟ باد یه بوایی به مشامم رسونده. بپو کنار. واسه این خدمت رسیدم. شما که خیلی وقت داره این چیزا رو خیت کشیدین. حالا اومدم خیتو پاش کنم. خب مرد حسابی، خیال کردی سر گردن نشستی و هر غلطی که میخوای میکنی که چی قمارخونه داری و داره دستت مواظبتم؟ کور خوندی جونم، حالا دیگه با من طرفی. کیه که به مردونگی شما شک داشته باشه؟ حالا چی شده؟ چی شده دیگه اینجوری از جا کندی؟ چه بویی به مشامت رسیده؟ چه بویی؟ بوی ناموس دوز به مشامم رسیده. خب میبینم که وضعتم خوبه. ببخشین کریم آقا، این پول مال من. بس کنید. خوب حواست جمع کن. هفته به هفته سهم مسلمو میفرسی در خونه. دور بعضی چیزها رو خید میکشی. دیگه خوش ندارم بیام این طرف ها. اینم سهم این هفته مسلم. کنار. کنار. بریم گمشی، بریم بیرون. استمو بفرست در خونه. مادر جون، الهی خیر از جوونیت ببینی. همینطور که منو خوشحال کردی، خدا خوشحال. من کاری نکردم مادر، وظیفه ما بود. آه کریم، کاش همه مردم مثل شما بوده. حالا میتونیم تموم قرضامونو بدیم. الهی شکر. خب دیگه، ما رفت. آقا کریم، خیلی مواظب خودتون باشین. میترسم خدایی نکرده. باکت نباشه، یکی از اون بالا که ما رو خیلی دوست داره. شب یه خورده زودتر برگردیم، دلم میخواد شما دوره هم بخوریم. اوه، حالا کو تا شام. مرازی به سلامت. اتفاقی بیفته پای تو گیره، اون نمیتونه از من مدرکی پیدا کنه. حالا میفهمی که چرا نمیخوام ریخته هیچ کدوم از این بیورده ها رو ببینم. از امروز دیگه یه قازم خبری نیست. چیه که به تو چشش نگاه کنه؟ مستبش شد، ده تا گاب و حریفه. شما ها واسلای چیارس خوبی، موف بیخوری رو میگردیم واسه یه همچی روزی، اما هیچ غلطی نتونستیم بکنی. زود باشیم وزنی به چاک. خیلی خوب، بریم بچه ها. ببین چی بهت میگم، اگه اتفاقی بیفته این تو بودی که نقشه قتل صمد کشیدی، نه من. پس قاتل اون در حقیقت تویی، اما تو هم از زندون خوشت نمیاد. من یه نه. پس حواست خوب جمع کن.
تو هستی که باز حواست جمع کنی. من مدرکی دست کسی ندارم. به بچه هم بسپر یه وقت بند آب ندارم. علل خصوص فخری. مسلم کنج زندون بمونه. مسلم؟ اون آدم کشته باید مجازات میشه. دروغ میگی مثل سگ. چرا شهادت دروغ دادی؟ تو با چشات دیدی مسلم صمدو کشت؟ آره دیدم. ببین مسلم رفیق منه. من نمیذارم اون بیگناه کوچه زندون بپوسه. یا خدای نکرده سرش بره بالای دار. تو اگه حالیت با بوی از معرفت برده باشی میفهمی چی دارم میگم. اگه تو این دنیا در بری اون دنیای خطا میگیرن. چرا میخوای چوب دو سر طلا بشی؟ میگی چی کار کنم؟ خودم قیمه قیمه کنم؟ اگه راستش نگی خودم قیمه قیمت میکنم. من چیزی نمیدونم. بی خود مزاحم من نشو. ببین من دارم اینجا کار میکنم. چرا میخوای باعث درد سر من بشی؟ من دارم دنبال درد سر میکردم. با فوکولی طرف نیستی. گفتم که بچه آبادانم. مسلم سمدان نکشه. خودت هم میدونی. شما همه تون تو زد و بند بودی. من دنبال رضا و دار دستشم. میخوام ببینم کار کی بوده. من هیچی نمیدونم. به من چه مربوطه؟ چرا از من میپرسی؟ من آدمی نیستم جواب سر بالا بشنفم. فردا شب من منتظر رفیقتم. رضا کلک انداز.
خوش ندارم معطل کسی بشم، فیغون منو بهش میدی زد زیارو. آقا رضا فخری اومده باید کار داره. محمد هم سر زدیم؟ سلام. چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ خبرهای بعدی دارم. اتفاقی افتاده؟ حرف بزن. دیشب بود دماغم شده بود، کریما میگه اینقدر سوال پیچم کرد که چیزی نمونده بود رسوا بشم. چیزی که نگفتی ها؟ نه. وای به حالت که بخوای تو کلک بری و به ما نارو بزنی. همش تهدید، همش زور. دیگه از این زندگی خسته شدم. اون میخواد تو رو ببینه. گوش کن ببین چی بهت میگم. ننه من غریبم در نیار. این دفعه که آمد سراغت بهش روی خوش نشون بده. تشنش کن، باری کن که بهت اعتماد کنه. میخوای چی کار کنی؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. دلم میخواد گوش باشی نه زبون. برو دیگه اینجا پیدات نشه، من خودم با تماس میگیرم. بخره کاری دستمون بده. تو چه انگار ترسونه بودی؟ آخه اون ولکو نیست، بالاخره زهرشو به ما میریزه. تا منو داری خیالت راحت و راحت باشه. آخه پای جون تو کاره، اگه قضیه آفتابی بشه منو دارم میزنم، دار. خودم ترتیب میدم که آب از آب تکو نخوره. حالا وقتشه که بری جنس رو تحویل بگیری. باید مدتی از اینجا دور بشه. کی باید برم؟ اگه کاری نداشته باشی همین الان. صلاح نیست بیشتر از اینجا بمونی. عجب اومدیم تا این وقت شب بیداریم. داشتم دلواپس میشدم. اسباب زحمت شما شدیم، ببخشید. کجا بودین تا این وقت شب؟ چطور شد؟ تا حالا کسی از ما بازخواست نکرده بود. یه سر رفتم سراغ مسلم. بیچاره مسلم آدم ساده ایه، واسهش پاپوش ساختم. صمد ترکه رو رضا و دار و دستش کشتن و گردن مسلم انداختن. بازم براتون بکشم؟ نه دست شما در نکنه. اما زنیکه تفره میده، میدونین از جونش میترسه. زنیکه؟ زنیکه دیگه کیه؟ بابا همون فخری، همون فخری که رفیق رضا کلک اندازه و تو کافه میرخصه. شما دیدینش؟ آره فردا میبینمش. بهش گفتم که به رضا پیغون بده که باش کار دارم، اگه فخری شهادتشو پس بگیره مسلمو آزاد میکنم. من امروز همش دلم شور شما رو میزد که نکنه خدایی نخواسته زبونم لال یه بلایی سرتون بیاد. فکر میکنم بتونم فخری رو وادارش کنم که شهادتشو پس بگیره. بازم میخوایم بریم سراغ زنی؟ آره باش قرار گذاشتم. میدونی من باز کاری کنم که اعتماد فخری رو جلب کنم تو حرف بزنه. نامردا تهدیدش کردن، لبش موره میترسه. جاتون رو انداختم. دست شما درد نکنه.
هم بود اونجا رود نشد لخ بشی ها. تو هنوز اونا رو نمیشناسی. من دلم نمیخواد یه وقت بلایی سرت بیارم. فکرشم نکن. آدمی که خربزه میخوره پای لرزشم میشین. آخه این چه شانسیه. من سب تو شکر. یه دفعه هم که آدم دل ساب مردش واسه یکی به تاپ و توپ میفته، تازه دام دام اول بدبختی هست. این زندگی سگی دوست نداره که آدم این چند روزه رو با دلش صفا کنه. آخه نگاه کن، تو نباید میومدی، تو نباید دنبال این ماجرا میومدی و برمیخوردی به من بدبخت که از یه ور علافت بشم و از یه ور ببینم که میخوان با دست من گورتو بکنم. حالا فهمیدی که من چقدر بدبختم، چقدر بدشانسم. پس اونا میخوان منو بکشن ها؟ واسه همینم بود که نمیخواستم ببینمت. نمیخوام چش زخمی بهت برسه. نه بابا، تو هم خیال میکنی ما هویجیم؟ خب یارو کیه؟ بگو حواسمونو جمع کنیم. چه میدونم؟ باز اومدی و نسازی ها. دلت میخواد من ناکام از این دنیا برم و نفهمم کی میخواد منو بکشه؟ هر دو اونو میکشه. بل نسبت سعی کی باشم؟ ببین تا منو داری هیچ کی نمیتونه یه نظر نگات بکنه. چشاشو در میارم. اینو بهت قول میدم. قول میدی هیچونه تنها نذاری؟ گفتم که بهت قول میدم. رضا کلک انداز، اون از حسین دستور میگیره. پس سمت ترچه خوشم اومد. آدم فهمیده ای هستی. میدونی که من دنبال صفا و یه رنگی هم. یه چیزی رو بهت بگم، من کم کم داره ازت خوشم میاد. میدونی من هیچ وقت پابند زن جماعت نشدم، یعنی خودمو نگه داشتم. حالا چی؟ حالا خودت نگه داشتی؟ نه دیگه، دارم ول میکنم. واقعی میگی؟ تو بمیری؟ کریم جونه کریم، امیدوار باشم که ولم نمی کنی. بچه ایم اگه تو بیمیری زدم، من با خودم میبرمت آبادان. بگو اون بر دنیا، حاضرم کنیزی تو بکنم، فقط میخوام بهم قول بدی، قول مردونه. من که قول زنونم داریم. اینا که گفتم از رو معده نبوده، از تای دلم بود. سرم داره قولم نمیره. اما یه چیزی هست، من به مسلم مدیونم، باید دینمو ادا کنم. شما فکرش نمی کردم. منتظرم نبودی؟ چرا، کم کم داشتم نگران می شدم. طوری شده؟ کریم فخری رو غور زده. به نظرم فخری بعد آب داده. از کجا میدونی؟ آخه کریم دنبالت میگرده. حالا میگی باز چیکار کنم؟ به نظرم باز کار کریم یه سره کرد. خیلی خوب، اما چجوری؟ فخری اون باز کریم بیاره پیش ما. آنه ترتیبشو میده. وقت رو نبا طرف کرد، بریم. سلام پسر جون، داشتیم کم کم دلواپس می‌شدیم. خوش اومدی کریم آقا. قربون شما. سلام. و علیکم. می‌خوام یه توش ببرم زندون. ملاقات مسلم. گفتم با شما بریم،
من خستم، دیشب تا صبح بیدار موندم و منتظر شما نشستم، اینقدر که دم صبح خوابم برد. حالا میخوام اگه بشه یه خورده بخوابم. ماشه، راستش خوبیت هم نداره که زن به ملاقات بره، اینطوری بهتره. دیشب کجا بودیم؟ دیشب کار داشتم. فخری خانم؟ آره، چطور مگه؟ من خیلی منتظر شدم. خیلی خوب، ما رفتیم. شب زودتر بیاین، ما منتظریم. کریم آقا به مسلم دلداری بدین، اون چشم راهه. بهش بگین که من شب و روز دعاش میکنم، هزار جور نذر و نیاز براش کردم. فخری اعتراف کرد که صمد و رضا کشته، ولی اونا تهدیدش کردن که باز شهادت دروغ بده. اون از جونش میترسه. فخری زن خیلی خوبیه. فخری شاهد قضیه است، اونم با ماست. دیگه تمومه، بیچاره داره جونش رو به خطر میندازه. پا چرا معطلی آقا کری؟ من که این تو پوسیدم. رضا اینجا نیست، رفته جنس بیاره. به محض اینکه برسه کلکش کنده است. خیالت راحت باشه، تو آزاد میشی. آقا کری، نمیدونم این مردونگی و لوتگیری شما رو چجوری باز جبران کنم. فکرشم نکن، وظیفمه. راستی یه خورده پلو و میوه و خرت و خورتای دیگه واسط آوردم، دارم دفتر زندون. آقا کری، جون تو و جون شمسی از زنم مواظبت کن. خیلی خوب، من دیگه باز برم. خداحافظ. خدا پشت پناهت. واسه کی میسازی؟ واسه مترس تازه؟ با تمام دیگه حرفی نداری که بزنی؟ ها؟ چرا؟ چرا؟ شنفتم با کریباتی شدی؟ عاشق شدی؟ این دست گلیه که تو به آب دادی، ما رو چی به این حرفا؟ حرفی که نزدی ها؟ من چیزی نمیدونم که بگم. آها خوبه. من رو خوب گوشت واس کن ببین چی میگم. تو باز کردو میری کجا باری؟ میفهمه چی میگم؟ میخواین باهاش چی کار کنی؟ اینش دیگه به تو مربوطیست. اما اگه دست از با خطا کنی کرکتون کنده است، هم تو هم اون. من نمیخوام که یه دفعه دیگه باعث مرگ یه آدم بیگناه بشم. چرا از خدا نمیترسی مرد؟ نظر نزن. اگه بخوای نارو بزنی تو هم میری دا دست صمد کری. فردا بعد از ظهر تو انباری منتظرتی. را بیفتیم بچه. از قدیم و ندیم گفتن مسیح راستی. بنداز من که بهت دروغ نگفتم. بر منکرش لعنت. اگه دروغ استخون بود گلو تو پاره کرده بود. هرچی دلت میخواد بگو، اینقدر دوستت دارم که دلم میخواد پیش مرگت بشم. سلام. نوش. سلام. کن بیا کباب. کباب شنج آب بزن. فخریم جانا، میگم تو یه چیز رو از من قایم میکنی. دلم میخواد با من عین هو کف دست باشی. بگو تو دلت چیه و خلاصم کن. من که همه چی رو بهت گفتم، دیگه چیزی نمونده که بخوام از تو قایم کنم. صبح تا حالا انگار اینجا نیستی، عین هو مرغ سرکنده پروبال میزنی. تو از یه چیزی میترسی؟
ببین کریم جون، من تو دستونای خبر چک و سفته و مدرک دارم، هر کاری دلشون بخواد میتونن با من بکنن. اما تو نمیری، سر سوزنم واهمه ندارم. اگه میترسم فقط واسه توه. حالا دیگه پای تو وسطه. میترسم این نامردو بالاخره یه کاری دستت بدن. فقط واسه تو ناراحتم. نفهمیدم تو چطوری رو ما حساب میکنی؟ خیال میکنی ما رو تو زربرخ بچیدن؟ خب نامردن لادست عمشون. تو این سال و زمونه این حرفا باد هواست. من تا شارکم دنبال آزادی مسلم و حفظ خونوادشم. کریم جان، میخواستم بهت بگم که ریزا و دور دستش برگشتم. پس چرا زودتر نگفتی؟ ترسیدم، یعنی حالاشم میترسم. کریم، اونا میخوان تو رو بخوشی. کجا؟ اونا میخواستن که من تو رو ببرم به انباری، اونجا دنجه پرته. خلاصه هیچکی نمیدونه کجاست. میخواستن بکشنت اونجا و... خیلی خوب، تو با آسمان رو ببری اونجا. آه کریم، من دلم شور میزنه. بیا بخور تا شور نزنه. خدا کریم، من روحم بی خبره. سمت ترکرم همینجوری کشتن. اینا کیان؟ بی معرفت ناکس. باور کن من هیچی نمیدونم. حالا میفهمم چقدر دوستم داری. تو این همه نامرد از کجایی رو بردی؟ رسیده که ما را سیاه میکنی و قرم از جون من چی میخوایی؟ نامردا چرا دست از سرم رد نمیداری؟ خفه شد برم کن نامردا یه روزه کن خفه شد گفتم که اگه فکر پشت کردنه به ما رو بکنی فاتحت خونده هست. حالا نشونت میدم که عاشقی یادت بره. فای خدا، من اگر بده چی شده آقا کریم؟ چی بروزه تو برده؟ کدوم کافره این گفت بزن؟ تو رو به خدا یک کاری بکنی. تو یه دکتر خبر کنی. تو که به سر می تو بای بای بشید دیگه. الان میرم دکتر برم کنی. رسی بزنی خودش خود میشه. برین تو به چی فکر میکنی؟ به این که شما اگه بتونین تو این دنیا از چنگ قانون و عدالت فرار کنین، چجوری میخواین اون دنیا از عذاب خدا فرار کنین؟ اونش به تو مربوط نیست. میدونم که هنوزم تو فکر کریمی، اما دیگه بیفایده است. من از زیر هزار من خاک خوابیده. خدا تقاصشو ازتون میگیره، مطمئن باشین. گوش کن فخری، اگه یه دفعه دیگه اسم کریمو بیاری تو رو هم میفرستم پرایان. حالیته آب که از سر آدم گذشت، چی قطره چی دریا. چی خیال کردی؟ ببر صدا تو. بفرمایید آقای دکتر.
سلام دکتر جون. سلام سلام، حالتون چطوره؟ باشه که بهتر هست. یه صندلی واسه دکتر بذار. خب دیگه چطوره؟ الحمدلله بعد نیستم. صندلی دکتر جون. متشکرم، خیلی ممنون. متشکرم. خب الحمدلله. ببخشید آقای دکتر، من بلند نشدم. خب خواهش می‌کنم. گفتین فشار ندم پاره میشه. ما هم فشار ندیم که پاره نشه. خوبه. قربون شما، بعد بهتر شدین. فقط یه کمی درد داره که فکر می‌کنم. خب اوایلش یه خورده درد داره ولی کم کم خوب میشه. چیزی نیست جانم، چیزی نیست. حالا یه چند تایی مسکن بهتون میدم که درد تسکین پیدا کنه. انشالله به زودی خوب بشه. مسکنمو نمیخواد دکتر، من که پیزوری نیستم. ببینم بخیر که با من یه چند روز دیگه. نه نه، متشکرم متشکرم، خیلی ممنونم. آه راستی یادم رفت بهتون بگم، قدر این خانومتونو بدونید. بله. واقعا مثل یه تیکه جواهر میمونه. دکتر اگه به امید خدا بخیه رو باز کردی، یه وقت به ما زور نشینه دوباره پاره بشه. ما رو شهرمنده کردیم. ما هر کاری بکنیم جبران خوبیای شما نمی‌کنه. آقا کریم بفرمایید. آقا کریم چند روزه که لب به قوت و غذا نزدیم. بفرمایید. ایشالا محسن زودتر بیاد بیرون، ما زحمت کم بکنیم. خیلی اسباب زحمت شما شدیم. آقا کریم اگه زحمت نیست امروز یه نوک پا بریم بیرون، میخوام یه چیزی بخرم. حتما با آسمان بیاییم. اگه بیاییم خوشحال میشم. خیلی خوب، اگه خوشحال بشین که میام. آخه کدوم گوری رفته؟ رفته برای خودش تیتیش مامانی بخره. زن ما آبرو داریم، اینم شد عروس، توف بروش بیاد. مشتی خونه تو کثیف نکن. اون آبرو چه میدونه چیه؟ از وقتی کریم اومده دختر پاک هوایی شده. اون که تقصیر نداره، زن خودش باید قرص باشه. بیچاره پسرم، اون تو زندون از غم و قصه شب و روز نداره، غافل از این که این پتیاره اون شمسی نیست. همینطور که یارو چارزانو نشسته بود بهش گفت اینه، یا گفت نه سه چاره کنیمش هم خونه، یا دختره بند خدا منظور یارو رو نفهمیده بود. یالله آقا جون، مادر جون، ببینیم واسه تون چه چیزایی خریدم. چیزایی که آدم هست.
همسرم تو زندون داره میپوسه، اون وقت من لباس نو بپوشم؟ براتون بکشم؟ کردم تشنتون میشه براتون آب آوردم. جوونیمه، حسین گفت که مسلم دیگه هیچ وقت آزاد نمیشه. برو به جهنم زن.
از کافه اومده بودن سراغم. که چی بشه؟ اونا دلواپس شده بودن. بهشون چی گفتی؟ گفتم که تو خوشت نمیاد دیگه من برم کافه و برقصم. ولی اونا؟ اونا چی؟ تهدیدم کردن که چک و سفته هامو اجرا میذارن. خیالت راحت باشه، جواب اونا با من. رضا، حالا که کریم مرده دیگه از چی میترسی؟ بذار من برم سر کار. اینطوری که نمیشه من تو خونه بمونم. منم واسه خودم زندگی دارم. حالا زوده، خودم به موقعش خبرت میکنم. دیگه دارم تو خونه دیوونه میشم. مجبوری، اگه پات از خونه بیرون بذاری دیگه زنده نمیمونی. میتونی باش خونه زن آبستی خواهش میکنم برش کن بچه من رو آبرو دارم نمیخوام سر و صدا بلنشی کاش که یه مرد بودی و میتونستم بزنم تو سرت بی معرفت بی همه چیز یاد کردی میتونی منم بکشتم بدی باور کن من تقصیری نداشتم اونا میخواستن منو بکنم ببار صدا تو مگه این نو کسی بهش بگو که من تقصیری ندارم من کاره ای نیستم روح هم از این جریان خبر نداره بی خودی داری وقت تو تلف میکنی خلاصه به هر دوتون میگم من نمیذارم مسلم تو زندون بمونه شماها باید حقیقتو بگین من تا پای جونم دنبالشم هرچی میکشم از دست شما یه جوری فرار کرد التفت نشدم تو واسه مسلم پاپوش دوختی سمدو به دستور تو کشتم تو شریک جرمی خودت هم خوب میدونی پس باید حواست جمع باشه این چیزیه که همه دیدن و شهادت دادن به منم دخلی نهاره اشتباهت همینجاست جونم چو پس میگیره میگه زورم کردن که میکشنم مجبور شدم شهادت دروغ بدم اکی حرف میزنه فخری رو میگم ها اینا همش ناله از حرف مفته راستشو بگو ببینم چه کلکی تو کارته من کلکی تو کارم نیست اون زنی که پته تو رو ریخته رو آب همچین باش قاطی شده که انگاری همین امروز و فرداست که دست به دستشون بدن شارگش هم که بخواد بهش میده چه برسه به شهادت به کی؟ کریم کریم آره جونم کریم خسون زنده است آره اما تا وقتی که این زنی که دست از سرش ور نداره و ولش نکنه زنده است فخری که نباشه کریم تیغش به تو نمیبره پس تو آمدی با من معامله بکنی ها؟ حالا خوب فکراتو بکن چه این تو؟ چه؟ بسن آقای دقیق من آمیا بریم
چیه چی شده؟ اون زنده است. جونتون بالا بیاد حرف بزنین. رضا پیش فخری بوده، نهارو میخورن و دراز میکشن، تو حال بودن یا اختلاط میکردن خدا عالمه. خب کریم یهو عین عجل معلق سر میرسه، تا رضا میاد به جنبه اونو حسابی میتکونه، بعدش هم میبردشون کلانتری و جفتشون رو تحویل میده. فخری هم سیر تا پیاز نقل سمد و ریختار رو داریه. آخفری بس پاک دوسه است، پای هممون گیره، حالا باز چیکار کنیم؟ خودم به تو میگم باز چیکار بکنی. دنبالم بیاین. داره دیر میشه، من باید برم، اگه اون بفهمه خون به پا میشه. برعکس تو دیگه نمیری. من دارم بخواد بفهمه، بفهمه که اگه پای مارم بکشه تو کار، تو دیگه هیچ وقت نمیری. آنیتا نامرد، تو نمیتونی منو به زور اینجا نگه داری، من باید برم. تو داری با جون خودت بازی میکنی. من خوب میفهمم که دارم چی کار میکنم. اون مجبوره که خودش رو بکشه کنار و برگرده بند از سر کار زندگیش، دیگه هیچ راهی نیست. اونو باید ببرین جایی که هیچ که بویی نبره. چجوری؟ تنهایی که نمیشه. بچه رو خبر کنی، زود باش، هوا که تاریک شد میبرینش. تو نمیتونی این کارو بکنی، من الان داد میزنم، به همه میگم که چه خیالی تو کلته. اگر جون خواهی سیه شدی داد بزن، اما اینم بدون که هیچی گوشش بده کار نی، همه شون آدم های من هم. اتفاقی افتاده. شمسی کجاست؟ چرا اینو از من میپرسی؟ پس از کی بپرسم؟ تو آبرو و حیثیت ما رو بردی، خاک به امانت خیانت نمی کنه. اعتراض خاطر نداره پیرمرد. یه چیزی رو میخوام بفهمی، ناموس رفیقم ناموس خود منه. اگر رو قول رفاقتم وانستاده بودم، خودم با یه مش قلتق و نسناس طرف نمی کردم. اگر رفاقت سرت میشد، نمیذاشتی کنج زندون بمونه و روزگارش سیاه بشه. بشه تو لعنت مرد، تو سنی ازت گذشته، جای پدر منی، من نمیخوام تو روی تو وایسم. من چه نارفاقتی با پسر تو کردم؟ از صبح تا غروب یه لنگ پا دنبال کارشم، کار و زندگیمو ول کردم، از اون ور دنیا بلند شدم اومدم اینجا که دستشو بگیرم. خیال میکنی واسه چی؟ فقط واسه خاطر رفاقت همین. کی تو این سال و زمان دنبال این حرفا میره؟ تو هم اگه به ناموسش نظر نداشتی، دنبال کارش نمیرفتی. ببین پیرمرد، خوب گوشاتو وا کن. من دنبال این حرفای صد تا یغاز نمیرم. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن. من تو رفاقت تا تای خط میرم و بالا نسبت توف میکنم با هرچی نمک نشناس و بیمعرفته. پسرت فردا آزاد میشه. پسرم آزاد میشه، پسرم میاد خونه. خدایا شکرت، شکرت. کاش میمرد و اینجور آزاد نمیشد. حالا شمسی کجاست؟ هنوز بر نگشته. خدا عالمه کجاست. بیچاره مسلم پسر، این رسوایی رو چطور تحمل میکنه؟ بیچاره مسلم. آقا کریم سرزنشان بکن، میدونم که بد کردی، هرچی باشه ما با هم نون و نمک خوریم. صد دفعه بهت گفتم مسلم تو این کارا خیر نیست، عاقبت نداره. آخرش به حرفم گوش نکردی. با خودم عهد کرده بودم که تا عمر دارم چشمم تو چشات نیفته، اما وقتی فهمیدم پای ناموس تو کاره، عهدمو شکستم. خب کریم، جون تو و جون شمسی زمین
صدات کن. هفته به هفته سهم مستو میفرسی در خونه‌اش. ببخشین کریم آقا، این پول مال مردم. برو گم شو. سلام آسف دادم وسط یه ریزه شده بود نوکرت هم دادم اینطور خدا پیرت کن پسر جون بریم تو مادرت جونش به لبش رسیده بریم پسر جون خدایا شکر پس کریم کجاست اون نیومد در زندون لا حتما کار داشته مادر مادر کجایی مادر رو بابه بیا بیرون ببین کی اومده بیا سلام مادر سلام مادر خدایی صد هزار مرتبه شکرت که پسرمو به هم برگردوندی ننه اگه یه خورده دیگه دیر کرده بودی مادرت زیر خاک خوابید الهی که فدات بشم خدا نکنه مادر این حرفا چیه بزنی قربونت برم شمسی 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 کجاست اتفاقی افتاده مهم نیست پسر جون مهم اینی که تو بالاخره آزاد شدی و این قصه رو از جگر مادرت برداشتی شماها چی داری میگی؟ این زن منه بگیم ببینم چی شده آخه ننه دندونی که گرم خورد باید کند انداخت دور شمسی دیگه اون شمسی نیست حرف بزنی دارم دیوونه میشم آخه چه اتفاقی افتاده؟ مسلم شمسی پالونش کجه به حقانیت مصطفی محال باورم نمیشه پسر جون قسم پاپیکت میشه زن من پاکه اون دیگه زن تو نیست خدا نکنه که زن تو باشه حالی تا که چی داری میگی؟ حالیمه پسرم کلوم آخر نزار رسوا بشه ولش کن بذار بره به درک اسفل و سافلین که رفت حالا کجاست؟ والا از دیروز تالا که دنبال کریم از خونه بیرون رفته دیگه بر نداشته درست شدیدم پدر گفتی کریم آره کریم گوشاتو باز کن پیر مرد اگه به حقانیت خدا شک داری به مردونگی کریم هم میتونی شک داشته باشی استغفرالله کف نگو پسر جون تو گوشت و دست گربه دادی من و مادرت با چشمای خودمون دیدیم لای بزرگ آخه چجوری مگه ممکنه خاک به عمونت خیانت کنه مشتی یک کاری بکن پسرم جوونه داره از دستم میره ممکنه دخ کنه مسلم مرد گریه نمی کنه تحمل داشته باش کی میتونست فکر کنه که کریم به ناموس رفیقش خیانت کنه آدم ها رو نمیشه شناخت آدم خودش باید مالشون نگرداره حتی فکرشم نمی کردم این همون آدمی بود که واسه حفظ ناموس غیر خون کرد اون همیشه می گفت بازی نشه تا خود صاحب کار بیاد صاحب کاره میخوای چی کار؟ اگه حق و حساب میخوای بگو حق و حساب هم مات میگیره عوضی بیمعرفت من حسین چنی رو میخوام ما نمیدونیم کجاست بالاخره یکی میتونه بگه اینقدر میدونم که حسین گفته به شما بگم که پاش نباید تو قضیه صمد کشیده بشه دیروز تا حالا کسی ازش خبری نداره پاس گروکشی کرده
خیلی خوب بزنیم به چاک، اینجا قمار نمیشه. بزنیم به چاک. جانکو پولاتو، جانکو. چی فکر میکنی؟ به این که آدم وقتی آب از سرش گذشت چه قطره چه دریا. میخوای چی کار کنی؟ خون جفتشون حلاله. پسر خوب فکر کن، اگه به فکر خودت نیستی به من و مادر پیرت رحم کن، اون دیگه طاقت این همه بدبختی و مصیبت رو نداره. این بدبختی ها و مصیبت ها رو من که نخواستم باشه، این نامرده که نامردی درست میکنه. مسلم، به صورت شکسته و موهای سفید من نگاه کن، دیگه چیزی از عمر من باقی نیست. پسر جون، همین امروز و فرداست که چوب خط پر بشه و به آخر برسه. این چند روز ما رو دلخون نکن. اگه میخوای من و مادرت ازت راضی باشیم، اونا رو ولشون کن و به کار و زندگی خودت بچسب. برو دنبال یه لقمه نون حلال. گوش کن مسلم، من و مادرت منتظرت هستیم. یه تو که پا میرم قمارخونه برکی خود پول بگیرم، بعدشم شاید رفتم سراغ کریم و شمسی. خودت حفظش کن. کاسبی هم که نشده. ایزه میدین در ببندم؟ لازم نکرده. من اینجا نشستم منتظر حسینم. خوشحالم که آزاد شدم. میبخشی که نتونستم بیام زندوق بیارمت. نبایدم میومدی. تو مشغولیتت زیاده، از اومدن منم خیلی خوشحال نیستی. نفهمیدم، از یه اون میگی مرد حسابی؟ من به تو اطمینان کردم، اما تو به من نارو زدی. اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. من چه نارویی به تو زدم؟ کی تو رو پر کرده رفیق؟ این آواز دست درد نکنه هست؟ این رفاقته که تو شمسی رو گول بزنی و ببری قایمش کنی؟ کاش که تو زندون میموندم و آزاد نمیشد. الله الله، خدایا ببین ما با کیا طرفی ما؟ افکر رفیقمی و بهت قول دادم تا آخر خط برم. دیگه نمیخواد منت سرم بذاری. شمسی دیگه اون شمسی نیست. اون زن دیگه به درد من نمیخوره. اون عوض شده. خب معلومه که عوض میشه مرد. وقتی یه زن جوون رو ولش میکنی و از صبح تا شب تو این خراب شده جیبه این اون خالی میکنی و حالت نیست، بایدم زن ددری بشه. یه زن جوون رو ول کردی توی مشگرج درنده، سرت هم کردی زیر برف. تو رو خواستم که به هم کمک کنی، حالا داری به هم بد و بیرام میگی؟ پس قول و قرارات چی شد؟ من شمسی رو از تو میخوام. من رو قولم وایسادم. شمسی رو حسین فری قایمش کرده. به خاطر قول و قرارم میرم منت فخری رو میکشم.
اون میدونه که حسین کجاست. من شمسی رو به تو برمیگردونم، مطمئن باش. سلام.
بشین. فکر نمی کردم دیگه بیای سراغم، گفتم حتما هنوزم دلخوری. آسم باورم نمیشه، آخه تو الان اینجایی. به خودت وعده نده. راستی خاطرت واسم همیشه عزیزه. ببین کریم، من تو رو دوست دارم. من اونا رو خبر نکرده بودم، زاغم رو چوب زده بودن. حالا میخوای باور کن میخوای باور نکن، من راست و حسینی به قولم عمل کردم. اینم میدونم که رضا کلک‌اندازی روز به آخر عمرشم که شده تلافی میکنه. فخری جون، فخری تو با منی؟ با هاتم جون بخوا. من حسینو میخوام. حسین؟ آره حسین. باشه، هر طور میخواد بشه. برو بالا نوش. سلام. شمسی خانم، چون که میخوای منو اینجا نگه داری، بالاخره پیدامون میکنن. شمسی من اومدم تو رو به خودم ببرم. کجا؟ یه خونه گرفتم، جای امنیه، هیچ کس نمیتونه جامونو پیدا کنه. من باید برگردم خونه. حالا دیگه من تصمیم میگیرم، نه تو. من تو هر وقت که بخوام تو رو پیش خودم نگه میدارم. ولی اون بالاخره پیدامون میکنه، اون وقت دیگه نمیتونی از دستش فرار کنی. هیچ کس نمیتونه تو رو از من جدا کنه. این پاهم بارا گوشه در بیا. حالا هر کی میخواد باشه. بذار من برگردم خونه. مثل روز روشنه که اون کمر به قتل تو بستی. اینو خودت هم میدونی. دیگه زیادی داری حرف میزنی. جوان مردی که یه مرد به ناموس رفیقش خیانت کنه، آدم چطوری بیتونه چششو هم بذاره؟ مسلم، زن من دست اون امانت. اشتباه میکنی کریم، چشمش پاکه، دلش پاکه. اون به خاطر تو تا سر حد مرگ پیش رفت، اونو با چاقو تیکه تیکه کردن ولی خم به ابرو نیورد. انقدر پاش وایساد تا بالاخره تو رو از توی زندون که ممکن بود تا آخر عمر تسیرش باشی آزادت کرد. حالا به خاطر نجات زن ناموس تو داره تو دهن شیر میره، تو جایی که ممکنه دیگه زنده بر نگرده. شمسی کجاست؟ پیش حسین فری. پیش حسین؟ آره، واسه این که یه وقت کریم و من یا تو پایونو تو ماجرای سمد نکشید گرو کشی کرده. اون مدت ها چشمش دنبال شمسی بود و بالاخره کار خودشو کرد. پس کریم؟ کریم قضیه شمسی رو گفته بود. اون به زن تو به چشم خواهرش نگاه میکرد. اون مرده هنوزم رو قولی که به تو داده وایساده و داره جونشو میبازه.
مسلم تو اشتباه میکنی، شمسی مقصره، کریم پاکه. ما قرار بود بعد از این درگیری ها با هم بریم آبادان، اما حالا ممکنه اون نامرد آسیبی بهش رسونده باشم. زن تو قسم میخوری که راست میگی و شیر پیله تو کارت نیست؟ قسم میخورم مسلم، عجله کن. اون کجاست؟ نه رفه بهت گفته بودم که اگه باد بوی ناموس دوز به دماغم برسونه تا خونشو نریزم از پن نمیشینم. من دلم به حالت میسوزه مرد، تو داری مفت و سلام خواهیتو به کشتم میدی، اونم به خاطر آدمی که ارزشش نداره. اگه دلت بخواد بازم وقتشو داری که برگردی به شهر خود. خب اگه تو اومدی اونو باری حرفی نیست. فکرشم نکن، اگه خدا خواست زنده موندم تلافی میکنم. کری ما بازم با هم رفیقی مگه نه؟
از اولش هم بیشتر. مسلم زنت بی تقصیره. این تنهایی که اون از را به در میکنه. شمسی پاکه، نجیبه. دلم میخواد اونو ببخشی. قول بده که دیگه تنهاش نذاری و بری دنبال یه لقمه نون حلال با هم زندگی کنی. قول بده. من حجت قول میدم کریم، قربون تو. خب دیگه با سوار شین، مواظب خودتون باشین. خداحافظ. خداحافظ. اگه دلت بخواد میتونی برگردی خونه. See you.